آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 130 میلیون دختر در سراسر جهان از آموزش محرومند به این روز شنبه دهم تیر با نشر توییتی هشدار داده است که محرومیت دختران از حق آموزش آنان را در معرض خطر ازدواج زیر سن، خشونت و استثمار قرار می‌دهد. هشدار دبیر کل سازمان ملل در حالی صورت گرفته که افغانستان تنها کشوری در جهان است که دختران و زنان آن به حق آموزش و کار دسترسی ندارند بر اساس آمار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف بیش از سو هفته همه میلیون کودک در افغانستان از تحصیل باز ماندند که حدود 60 درصد آنان دختر هستند به رغم اعتراضات گسترده داخلی و خارجی در برابر ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان، طالبان به خواسته ها درباره بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها در این کشور پاسخ مثبت نداده است. همزمان با این سازمان عفو بین بار دیگر تاکید کرده است که حذف زنان و دختران افغانستان از زندگی عمومی جنایت علیه بشریت است. اف بین الملل گفته است که بازداشت خودسرانه شکنجه و بی احترامی آشکار به حقوق اساسی بشری زنان افغانستان اکنون تبدیل به یک دستور روزمره شده است این نهاد گفته است که رفتار طالبان علیه زنان افغانستان می تواند جنایت علیه بشریت به شمار می رود و اکنون زمان آن است که جامعه جهانی برخیزد و اقدام کند